شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند که روند انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی دسته ها به ویژه دسته های حاکم در قدرت به بازی گرفته شده است. این نامزدان هشدار می دهند که به هیچ وجه نتیجه انتخابات را که مملو از تقلب از سوی تیم های حاکم باشد را نمی پذیرند. یو د تیمونه غواړي چې مغه د بیت المال د پیسو نه چې دوی تقلب کړی دی هغوی تظاهراتو ته لمن ووایي تر څو په مختلفو ولایتو کې خلک راووزي او ووایي چې موږ غیر بایومتریک را منو. ای اقتصاد جرمی و فساد مافیایی و ترور انتخابات قطعا قابل قبول ما نیست و مطمئنن که امروز همین مسائل سر انتخابات افغانستان سایه افکنده است. در همین حال شمار دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که حتی در آرای بایومتریک هم به گونه سیستماتیک تقلب و گسترده صورت گرفته و تفکیک آن کار دشوار است. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، معاونش و تمام کسانی که در شمارش آرا سهیم هستند، اینا باید تا اعلام نتایج قرنطین بشوند. موبایلشون از اینا گرفته بشه، حق ملاقات با مقامات عالی رتبه ندارند. رئیس دارالانشا حق ندارد برگ ریاست جمهوری برود. حق نداره مشاورین رئیس جمهور ببیند که میبیند. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که آرای پاک و ناپاک جدا خواهد شد و در جریان این روند زیر هیچ فشاری نخواهند.